تاریخچه زعفران و کشت آن در افغانستان. زعفران گیاهی کوچک و چند ساله‌ای به ارتفاع 10 تا 30 سانتی متر است که از وسط ساقه تعداد برگ‌های باریک و دراز خارج می‌شوند و دارای 6 گلبرگ بنفش رنگ هستند که ممکن در بعضی حالات به رنگ ارغوانی باشند. قسمت مورد استفاده این گیاه انتهای خامه و گل سه شاخه آن است که به نام زعفران مشهور است که بوی معطر با طعم کم تلخ مزه دارد. زعفران به خاطر موارد استفاده مؤثر و بهای بلندش در جهان به نام طلای سرخ مشهور است. به گفته دکتران، چای زعفران برای درمان افسردگی، فشار بلند خون، سرفه، خشکی پوست، حمله های عصبی و بیخوابی کمک می کند. در افغانستان از 2000 سال قبل زعفران موجود بوده، اما از آن به شکل استاندارد استفاده صورت نمی گرفت. ولی بعد از سال 1371 کشت و پروسس زعفران به خصوص در ولایت هرات دوباره آغاز گردید. گفته می شود که با کشت یک بار تخم زعفران دهقین می توانند چندین سال از آن حاصل بگیرند. زعفران در وقت کم و مصرف کم حاصل زیاد می دهد. زعفران با داشتن طعم، بو و رنگ زرد خاصی که دارد در بعضی غذاها هم از آن استفاده می شود. کشت زعفران قسمی هست که پیاز زعفران را به زودترین فرصت زیر خاک می گذارند. زیر اگر این تخمه به زودی غرس نشود کیفیت خود را از دست می دهد و برای نشو نموی آن آب، کود کیمیاوی و کود حیوانی داده شده تا گل بدهد. در اخیر ماه سنبله کشت آن و در اخیر میزان گل آن شروع شده و تا یک هفته گل آن دوام می کند تا اینکه چیده شود. اکثرا زنان در چیدن آن سهم فعال دارند و هنگام چیدن از تجهیزات مثل ماسک، سبدهای مخصوص و دستکش استفاده کرده و زمانی که در خانه آورده شد گلهای آن را به شکل اساسی پاک و بسته‌بندی می کنند.